با سلام و مجدد دوست عزیز، صدامه برنامه در امتداد روز هست و بخش اول با همکار بسیار خوبم تماشا کردین. حالا در بخش دوم برنامه قرار داریم و در بخش دوم برنامه هم موضوعی که انتخاب کردیم زندگی و هدف آن. ما شما خوبان وقت زندگی میکنیم، طبعا که بر خود بعضی از اهداف را تعیین کردیم که میخوایم به اونا برسیم و ای که امروز چگونه راهکارها را در پیش بگیریم تا باشه به تمام اهدافی که در زندگی خود داریم برسیم، موضوع برنامه ما هست که انتخاب کردیم تا باشه به این سوالات شما پاسخ داده شود. مهمان خوبی را به خود در ارتباط داریم در برنامه که مهمان ما هم هستن، نصیر احمد شمال، سرپرست اداره تفاهم ملی جوانان افغانستان. سلام آقای شمال، خوش آمدین به برنامه. زنده باشین، تشکر. سرآغاز هر سبک و متن قدیم هست بسم الله الرحمن الرحیم. هی دل، چرا به گفتی دنیا میکنی؟ عمرت را عبس به امروز و سبا میکنی. اگر داری نفس لیک نداری اخوت، گم کرده آخرت این همه فحشا میکنی. آب به آب و شیر به شیر است، برای دین و مردگان که دعا میکنی. وطنت دود و غوغا و جنگ جاری است، فساد و رشوت میگیری به شکم جا میکنی. تجارت سیاه و سفیدت پوشیده هست، به اندک مریضی سفر به امریکا میکنی. اینجا مظلوم و نادار صفر و یکی ان، به آرامش ناحق سر و صدا میکنی. تشکر، زنده باشین. شکر از شعر زیبایتان دکره ما کردین. خب چطور بود روزهای رمضان؟ امروز روز 11 رمضان، به خوبی خوشی سپری کردین انشالله؟ انشالله با حکمت و رحمت خداوندی خوب سپری میشه. بسیار خوب، انشالله که تمام روزهای رمضان براتون به خوبی خوشی بگذرن. و بیاین که موضوعی که امروز انتخاب کردیم زندگی و اهداف آن، خیلی یک موضوع خوب هست و مطمئن هستم دوستان هم خیلی سوالات در ذهنشان دارن که میخوان سوالاتشون پاسخ داده شه. اولین سوال از جا شروع میکنیم، یک تعریف کلی داشته باشین از هدف، که هدف در زندگی ما چی هست؟ هدف ما بسیار عامیانه تر میخوایم صحبت بکنم، چون همه بننده ها و شنونده ها افهام و تفهیم کرده بتونه. مثلا خودتان در ابتدا تصور میکردین که در تلویزیون آینه را پیدا بکنین، شاید مشکوک میبودین و شاید احتمال وجود داشت و یا شاید هم کدام ارزوی دیگه داشته بودین، ولیکن هدف داشتین، یعنی مرام داشتین، آرزو داشتین که باید به یک جایی برسین که شما را میلیون ها نفر مشاهده بکنن. به اثر سعی و تلاشی که هر انسان انجام میده او را هدف گفته میتونه، که به مو زحمتی که میکشه و او زحمتش ادر نروه و به مقصود خود برسه، ما را رسیدن به هدف در زندگی میگیم. بسیار خوب. خب روش های تعیین هدف در زندگی کدام هاست؟ کدام روش خاص وجود داره که مثلا یک شخص بخواید که اهدافی که در زندگیش داره از اون روش ها استفاده کنه و اهداف خود تعیین بسازه؟ البته، چرا نه؟ علما و دانشمندان خارجی و علمای غربی و علمای اسلامی دارای مفکوره های متفاوت هستند، ولیکن ما که در جامعه اسلامی زندگی میکنیم و پیرو دین مقدس اسلام هستیم، باید از نکات خوب قرآنی، احادیث نبوی، اطاعت و فرمانبرداری داشته باشیم و هم قسم روشه های اسلامی را به دقت مثلا دنبال بکنیم. روشه های وجود داره در اسلام که مثلا یک کودک وقتی که متولد میشه تا صحنه ای که جامعه را مشناسه، مثلا خود را مشناسه، به اصطلاح هم یکان تو میگه که مال دست چپ راست خودش ناخته، به او لحاظ وقتی که دست چپ راست خودم مشناسن، یعنی روش وجود داره که باید با خود بگه که من چی کسی هستم، در کدام موقعیت قرار دارم و یا در کدام نقطه باید هدف گذاری داشته باشم. بنان یعنی سوال دیگه برای او خلق میشه که چرا خود به خودی به دنیا آمده یا کسی او را به وجود آورده. بنان بدون هدف نمیتوان زندگی کرد. ما باید مطالعه داشته باشیم، جامعه را
نمی توانم که مثلا ما یک نظریه خاصی در رابطه با روش های ادب بسیار خوب. بگویم، به این خاطر که هر انسان نظر با ما فکر و منطق و رفتار و کردارش فرق میکنه. بله. بنابراین ما توصیه ما ای است که مطالعه بکنن کتابه های اسلامی را، اخلاق محمدی را، که اونا چگونه روش هایی داشتن و بسیار خوب. روزمره مطالعات چون اخبار داشته باشن، هفتنامه ها داشته باشن و ماهنامه هایی که در هر ماه البته در مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به نشر میرسه. خصوصا برای نوجوانان عزیز ما توصیه ما است که بسیار خوب. مطالعه داشته بسیار باشن. خوب. خوب جناب شمال، بعضی از جوانای ما هستن یا بعضی از دوستان هستن اهداف دارن، اما ای که عواقب هدفشان چی هست و اونا را میتونه چه پیامده برشان داشته باشه و به کجاها بکشانشانه نمیدانن. ایره به نظر شما یک هدف خوبه که باعث پیشرفت ما در زندگی شوه و بتونیم اهداف خوب از اهداف بعد که شاید خیلی مشکلات بر ما با بار بیاره بشناسیم، چگونه یک راهکار داشته باشیم تا اهداف خوب از اهداف بد تشخیص بدیم؟ اهداف خوب معمولا می فهمیم که یه اهداف خوب بسیار است. خوب. اهداف بعد هم جامعه تشخیص داده میتونه، افراد جامعه تشخیص داده میتونه و ما نباید با بسیار خوب. مشکلات گروگان مشکلات شویم یا مثلا مشکلات ما را گرو بگیره با پیش خود. ما باید از گرو بودن مشکلات به دور باشیم و با مشکلات مبارزه داشته بله. باشیم تا اینکه به اهداف خود برسیم. و یگانه پاسخی که میتونم به سوال شما بدم است که مسئولیت کامل زندگی خود را درک بکنیم، بله. که یعنی ما پیشتر هم عرض داشتم که چی کسی هستیم، در کدام نقطه قرار داریم بله. و دنیا به کدام سمت و سو روان است. ما باید با مو شیوه و رفتار جامعه دقت داشته باشیم و از امکانات دست داشتی خیش استفاده بکنیم تا اینکه با آرزوها و اهدافی که در زندگی داریم بله. موفق شویم و به موفقیت برسیم. بسیار خوب. خوب بعضی از اشخاص هستند هیچ هدف بر خود تعیین نکردند، یعنی شاید 20 سال یا 30 سال از عمرشان هم گذشته باشند اما هنوز هم اهداف مشخصی بر خود تعیین نکردند که به خاطر دنبال کردن کدام هدف زندگی کنند و چی را به دست بیارند. به نظر شما همچون اشخاص چگونه باید زندگی بکنند؟ در پاسخ به سوال شما، سوال خیلی خوب و خیلی جاندار، میتونم بگویم که دولت و ملت هر دو مقصر هستند. چون دولت، شما میبینید که ما به سویه ترکیه آرامش نداریم، به سویه تاجیکستان آرامش نداریم، به سویه ایران آرامش نداریم، حتی به سویه پاکستان اندکی آرامش نداریم. بنابراین وقتی که آرامش ما به هم خورده، به هم میخوره، ناامنی به وجود میآید، امی ناامنی و وضعیت بد اجتماعی و فرهنگی میتونه که ما را از یک راه دور بسازه. جوانانی که اصلا برنامه ندارن، جوانانی که اصلا اهداف ندارن، اونا بیشتر به هر فکر و اراده که میخوان دست بزنن، به هر برنامه که در زندگی میخوان دست بزنن، مثلا اونا شکست میخورن و همی چندین بار شکست میتونه که ایرا بی برنامه بسازه، ایرا بدون هدف بسازه. بسیار مثال خوبی دارم که امروز به هزارها نفر مثلا پودری شده استن، به هزارها نفر مثلا مبتلا به مواد مخدر شده. مثلا آگاهی عام است، اونقدر ما آگاهی بزرگ و متوسطی نداریم که افراد جامعه را دولت بتونه آگاهی بده و دولت بتونه در کاهش مواد مخدر، در کاهش امنیت و بهبودی صلح و آرامش مثلا بیشتر کار بکنه. بسیار خوب. خوب ویژگی های یک هدف خوب چی هست؟ وقتی که یک هدف ما داریم چگونه یک ویژگی ها رو در هدف خود دنبال کنیم تا بدانیم که هدف ما بسیار خوب است و مطمئنا پیامدشان بر ما خوب بوده میتونه؟ فوکس سوالتون بسیار خوب بود. از لحاظ ای که شما گفتین که ما چگونه بتونیم به هدف خود یعنی برسیم، بعضی ها هستن که مثلا میگه اگر ما از یک شخصی کمک بخوام،
بد است، یا از بله پسر خاله، یا از بچه کاکا، یا رقابت های درونی خانواده یا بیرونی خانواده او را متاثر می سازند، بسیار خوب. متاسف می سازند. ما می گویم که ندانستن عیب است، دانستن مثلا بله، پرسیدن عیب نیست. پرسیدن عیب نیست. بله بنان به هر شخص و افراد جامعه وقتی که مشکل می داشته باشین، وقتی که به دنبال هدف می گردین، مثلا بسیار یک جمله کوتاهی بگویم، یک شخص می خواهد انجینیر شود. بله برای انجینیر شدن امکانات لازم دارد. بسیار خوب. مثلا این آفیس پانتون ندارد، مثلا امکانات خوبی در زندگی ندارند. بله بنان پیش هر استاد یا پیش هر تاجر یا پیش هر ملایمام یا پیش هر شخصی که بره، به این آدم درخواست این آدم میپذیره، شاید به یک شکل کمک بکنه. اگر یک بار نپذیره، دوم بار بره، اگر دو سوم بار نپذیره، باید امی آرزوی خود از دست نده، هدف خود از دست نده، درخواست بار بار بکنه، چون که به دنبال هدف میگرده و خواسته های خود مشخص بکنه. بله رفتار خود با افرادی که مثلا سودی بخشش بله نداره دوری بکنه، بسیار خوب، چون او را از رای هدف دور میسازه. بله و هم قسم اگر بیکار می باشه، خود را به یک کار مشغول بسازه تا او را از هدف دور نسازه. بله مثلا ما جوانان را داریم که وقتی که بیکار می باشن، به سراغ یکون کارهای بدی میرن، به سراغ برنامه های مفسد میرن، مثلا از لحاظ رسانه ای چینل های خارجی که فعلا در افغانستان نشر میشه. این میتونه در اعصاب انسان، در مغز انسان، در وجود انسان، در شیوه رفتار زندگی تغییرات را میاره. توصیه برادرانی ما به عنوان یک جوان افغانی است که همه باید احساس مسئولیت داشته باشه و بین یک دیگر مانند برادر به حساب خود برابر بله کمک و تفاهم و برادری خود از دست نده، و هرگاهی که کمکی از دست ما میاد برای یک شخصی که نیازمند است، برای یک شخصی که در زندگی هدف داره و او باید در زندگی در هدف خود شکست نخوره، از توانایی ما بود به حد کافی کمک بکنیم. بسیار خوب. خوب جناب شما برای بعضی از دوستای ما چی گفتنی دارین که مثلا ما یک هدف دارم اما به خاطر رسیدن به هدف خود هیچ تلاش نمی کنم. میگم که با خود هدف دارم و هدف خود تعیینم کردم، اما در راستای از اینکه کوشش کنم و تلاش کنم تا به هدف خود برسم هیچ کاری نمی کنم و دست در سر دست خود گرفته و نشستم و فقط میگم که هدف دارم. برای دوستا شما چی گفتنی دارین تا باشه دنبال هدف خود بگردم؟ من شخصا خودم باید تو یک جوانایی را دیدیم و سر و کار داشتیم که حتی در امی کابل در مدت 5 سال یا 6 سال میشه که به دنبال وظیفه میگردن. ما پیشتر گفتم که هم دولت مقصر هستن و هم ملت. بنابراین اینا در امی 5 سال یا 6 سال آینده نامعلوم داشته، هدف نامعلوم داشته. بنان راست و صادق نیستند تو یک افراد. بسیار خوب. گاهی پیش خودت میآید کمک میطلبه و گاهی هم پیش ما. بله نیاز به یک مشاور داره. بسیار خوب. و یا ای که خودش خود را آماده به این بسازه که یک هدف را دنبال بکنه. بله نه چندین هدف را. یکی از دانشمندای خارجی را پرسان کردن، گفتن که چرا خودت به این سویه و به این پلان و استراتژی رسیدی و به تجارت خیلی بلند، به اهداف خیلی بلند رسیدی؟ اونا گفتن ما به هر چارویی که رسیدم، اما سرک که می فهمیدم که ما به این سرک مثلا خط ما هست، هدف ما هست، ما او دو سه رای دیگه را کار نداشتم. نه صرف همون سرکی را کار داشتم که برای ما به درد بخور بود و آینده ساز و سرنوشت ساز بود. توصیه برادران ما ای است که احترام بالمقابل داشته باشند، با دوستان خود صادق باشند و هدف را که دارن صرف از خداوند متعال میتونن مطالبه بکنن و بعدش خداوند نیاز، یعنی مثلا کسی که
میتال و و حتما او را شمول رحمت خود میکنه. بسیار خوب. خوب، روز یک شخص موفق که در زندگی خود هدف داره و توانسته به تمام اهداف خود نائل شوه، بعض دیگران اگر میبینن او را برای خود الگو تعیین میکنن، مطمئنا دنبال ازی هستن که چه راز در پشت موفقیت از این نهفته است تا ما هم اون راهکارها را تعقیب کنم بتونم به هدف خود برسم. به نظر شما راز یک شخص موفق که هدفم داره در چی است؟ البته روز موفقیت گفته بله. همی کشور خود ما افغانستان میتونه که یک وارد میدان جهانی شوه، با همی شخصیت های خودش به شکلی که متحدان پیش برن. بله. روز موفقیت برای یک جوانی است که من خودم شخصا ابتدا در کابل با یکی از رسانه ها که صحبت داشتم، خاطره روز به روز آماده ساختم. بله. برنامه های سیاسی را دقت می کردم، برنامه های اجتماعی را دقت می کردم، چون یک هدف داشتم که باید به دنبال رسانه ها بگردم و در برنامه های متفاوت. اگر به یاد داشته باشین، تاریخ را خوانده باشین که تیمورشاه در جنگ شکست می خوره و در یک بیخ دیوال می شینه که در اوجه بسیار ناامید میشه، میگه من دیگه به جنگ نمیروم چون شکست خوردیم. بله. یک مورچه را روی دیوار میمونه که 40-41 بار این دانه گندم بالاخره بالا میبره. بالاخره میگه که یک مورچه که از اندازه و از جسامت ما کرده خیلی خورده است و اگر من این را به انگشت بزنم شاید بمیره. بسیار خوب. این با همین 41 بار یا 41 دفعه که بلند شد دونه گندم را به دیوال بلند کرد، چرا یک انسان نمیتونه؟ چون خداوند متعال است، انسان را به انسان ارشاد کرده، گفته که ما برای تو مغز دادیم، چشم دادیم، بینایی دادیم، گوش دادیم، دست و پا دادیم. خدا باید با امکاناتی که در دنیا داده شده به هر طریقی میشه حیار بسازیم. میتونیم که مثلا با بهترین ها دیدار کنید. مثلا شما گفتین که راز موفقیت چیست؟ در حرفای قبلی ما هم گفتم که با اشخاصی که اصلا سودی برای ما نداره نشست و برخواست نکنید. در لیست سیاه اونا را بیاندازیم و با استاد خوب دیدار داشته باشیم، با مشاورین خوب دیدار داشته باشیم تا اونا بسیار خوب. خیلی شکر جناب شما، مفکوری ما را روز به روز تغییر بتن. وقت برنامه ما هم تمام هست و از اتاق فرمان ها میگن که باید یک میان برنامه بگیریم. خیلی سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتن و آمدین در برنامه ما، از سخن های خیلی زیبا ما هم مستفید ساختین. سپاس از شما. خب دوستای عزیز، هم بود بخش دوم از برنامه ما. یک میان برنامه خیلی کوتاه رو تماشا میکنیم و در بخش آخر برنامه با ما همراه باشید. We'll be right back.